با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بیبانی هستم در این 16 روز از 10 ماه در 15 سال از 3 هزاره، یعنی اینکه نشون میده که سال دیگه چیزی نمون که با یک سال دیگه دوباره برای عمرمون افزوده بشه و در تقلای رسیدن به ایدئال هامون، آرمان هامون، ما یک سال پیرتر شدیم. امیدوارم که به اندازه یک سال توانسته باشیم که تجربه کسب کنیم برای رسیدن به آینده بهتر. همطور که روی صفحه اول وبسایت ملاحظه میکنید، تو بخش قبلی هم گفتم که دوستی پرسید که آقا این تلویزیون ها چطوری میشه برنامه هاشون رو فهمید که کی کجا چه ساعتی و اینها. گفتم به غیر از عده معدودی که سالیان سال هست در یه تلویزیون ماندن و همون ساعت مثل آقای میبودی برنامه اجرا کرده، سایرین خیلی سخته که پیداشون کنی که چه ساعتی و کجا و چه موقع و چه جوری. و باز دوباره بالیدیم بر خودم و همه شما میهنیاران عزیز که در طی این 7 سال برای 7 سال ما رو حمایت کردید و پشتیبان بودید، یار و مددکار ما بودید و تونستید نشون بدید که تلویزیون میهن در این زمینه هم در حقیقت پیشتاز بوده. ما روی صفحه اول تلاشمون بر این است که برنامه های روز بعد رو بنویسیم و همونطور که روی صفحه ملاحظه میکنید در این ساعت گفتگو میکنیم با آقای جلیل آزادیخواه، ناموچهره آشنا برای همه شما علاقمندان تلویزیون میهن که با گفتهایشون در گذشته آشنا هستید و با نظراتش در حقیقت باز هم آشنایید و میدانید. علت این که از آقای آزادیخواه خواهش کردیم که یک بار دیگه مهر بکنه و به خانه کوچک ما بیاید این استش که اوضاع احوالی است که در منطقه کردنشین وجود داره. ما ماجرای الان در سوریه هم که نگاه بکنی وضعیت کردها شیوه دیگری است، اما علی خصوص در کردستان عراق خیلی بحث بود به اثر اینکه این یه جامعه درسته و در حقیقت استبلیش شده و بحث به اثر این بودش که حتی آقای طالبانی میگفت ما میخوایم بریم که در حقیقت جدا بشیم و استقلال خودمون رو به دست بیاریم. ولی امروز نگاه میکنیم یعنی که اون کردستانی رو که تصویر میکردیم و فکر میکردیم اون در حقیقت یه قدری دوره و دوباره در اونجا هم یه آتش جنگیست. میخوام از آقای آزادیخواه بپرسم که به عنوان کسی روزنامه نگار، به عنوان نویسنده، به عنوان کسی که مطلع اهل اون زاد و بوم است بگوید که ماجرا چیست؟ آیا این جنگ، چون من دیدم که نوشته بود جنگی است بین طالبانی و بارزانی، آقای آزادیخواه میگه که اتحادیه میهنی نیست، حزب دموکرات هست ولی طرف مقابلش گروه دیگری است. بپرسیم ببینیم که او این صحنه رو چجوری تعریف میکنه و اصل ماجرا چی، چه اتفاقی داره در کردستان عراق میفته. آقا من به شما درود میفرستم و بازم از شما تشکر میکنم. خوشحال میشم اگر که پرسشم برای شما مفهوم بوده پاسخ شما رو در این زمینه بشنوم. بفرمایید. آقای بابانی با سلام خدمت شما و با عرض سلام و ادب خدمت تک تک بینندگان محترم تلویزیون شما، امیدوارم که موفق و مؤید باشید. پرسشی رو که شما در زمینه وضعیت فعلی حکومت اقلیم کردستان یا به قول شما کردستان عراق مطرح کردید، قبل از هر چیز واقعیتش اینه میخوام بگم این گرفتاری ها و مشکلات و تنش های سیاسی که به وقوع پیوسته و تنگناهای اقتصادی که الان ما در کردستان میبینیم و حتی مسائل و مشکلات سیاسی که الان در کردستان و در اقلیم کردستان وجود داره، در یک جمله اگر بخوام اون رو فرموله بکنم و بسته بندی بکنم، میخوام بگم این درد قبل از زایمان حکومت مستقل کردیست در واقع در اقلیم کردستان. حالا برمیگردم به اون یه شرحی رو میدم.
در کردستان عراق اولا جنگ نیست، یعنی در اقلیم کردستان هیچ جنگی به وقوع نپیوسته، جنگی نیست اصولا. یک سری مسائل و مشکلاتی هست که من به اونها اشاره خواهم کرد، ولی این با جنگ فرق داره. جامعه در حال گذار، جامعه ای که به سوی دموکراتیزه شدن میره، جامعه ای که بنیادهای حقوقی، سیاسی، مدنی و حکومتی خودش رو پایه‌گذاری میکنه، قاعدتا از این مشکلات خالی نخواهد بود و خالی نخواهد شد. میدونیم که 2 سال پیش حدودا در کردستان انتخاباتی شد برای تعیین حکومت و برای انتخابات پارلمان کردستان، که در انتخابات 5 حزب اصلی، یا میتونم بگم 5 حزب، اکثریت کرسوهای پارلمان کردستان رو به دست آورده. حزب دموکرات کردستان یا پارتی دموکرات کردستان عراق، به قول شما که اینجوری می نامیدیم، مشهور از بین شما دوستان فارزبان، حزب بارزانی، اتحادیه مهنی کردستان یا همون حزب جناب آقای جلال طالبانی، جنبش تغییر یا جنبش گوران که رهبری این حزب رو کاک نوشیروان به عهده داره، حزب اتحاد اسلامی و حزب کمال اسلام. این 5 تا حزب تونستن اکثریت کرسی های پارلمان کردستان رو به دست بیارن، که حزب یکمشون و بیشترین کرسی رو که به دست آورد پارت دموکرات کردستان بود که با 38 کرسی برنده اول انتخابات شد. طی قراردادهای سیاسی که بین این حزب و اتحادیه مهنی، جنبش تغییر و 2 حزب مذکور یاد شده به وجود آمد، یک حکومت مشترک تشکیل شد، یک حکومت به اصطلاح وسیع که همه احزاب که در انتخابات پارلمان تعداد قابل توجهی کرسی پارلمان رو به دست آورده بودن با هم حکومت رو تشکیل دادن و یک حکومت تقریبا میشه گفت وحدت ملی بود، یک حکومت توافقی بود. این حکومت 2 سال قبل تشکیل شد. همزمان با تشکیل این حکومت و بعد دگرگونی هایی که در منطقه به وجود پیوست، مثلا اومدن داعش، سربراوردن داعش، یورش داعش به منطقه کردستان و یورش داعش به بخش بزرگی از خاک عراق و تصرف مصر و استانهای انبار و بخش بزرگی از خاک سوریه و تشرف شنگال، بالاخره وضعیت جدیدی ایجاد شد که کردها رو درگیر یه جنگی کرد که الان حدود 1 سال خورده از آن میگذره و بخش بزرگی از کردستان توسط داعش اشغال شد. به دنبال این بین حکومت اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق مشکلات و تنش‌های شدیدی به وجود آمد که هم تنش‌های سیاسی بود، هم تنش‌های اقتصادی بود و در ساحات‌های مختلف این تنش‌ها به وجود آمد. در واقع حکومت مرکزی عراق می‌خواست که حکومت فدرال اقلیم کردستان رو فلج کنه، یعنی کلیه قراردادهای سیاسی و مدیریت سیاسی و تصمیم‌های مهم سیاسی اقتصادی رو از این حکومت بگیره و خودش اینا رو انجام بده. بنابراین اومد بودجه کردستان رو اهرم فشار کرد، یعنی بودجه‌ای که در دولت مرکزی برای اقلیم کردستان در نظر گرفته میشد که 17% کل بودجه حکومت عراق بود، این بودجه رو قطع کرد. قطع این بودجه به دنبال خودش مشکلات عدیده اقتصادی رو به وجود آورد. بخش بزرگی از مردم کردستان کارمندن، موظفن و حقوقشون رو از حکومت دریافت میکنن. قطع این بودجه مشکلات بسیار وسیعی رو با وجود آورد که کردها یا حکومت اقلیم نتونست بودجه کافی و وافی رو برای حقوق مردم، طرحهای عمرانی، اقتصادی، برنامه‌های دولتی و احیا و گسترش شبکه راه‌ها، مسائل دیگری رو به قول معروف به دست بیاره. بنابراین مجبور شد که راهچارها و مکانیزم‌های دیگری رو بیابه. این بود که مستقلا اقدام به فروش نفت کردستان کردن از طریق ترکیه با یک قرارداد 50 ساله‌ای که با ترکیه بسته بودن، نفت کردستان شروع کرد به فروختن. می‌بینیم که بعد از مدتی متأسفانه نفت هم قیمتش بسیار پایین اومد. بشکه نفت 110 دلاری و 115 دلاری الان اومده به حدود 50 دلار، که اینم ضربه دیگری بود که به پیکری حکومت اقلیم کردستان وارد شد. بنابراین تنگناهای اقتصادی عدیده برای کردستان به وجود اومد. طرحهای ناتمام، برنامه های ناتمام و بودجه که باید این طرحها رو تمام بکنه در راه توسعه و گسترش اقتصادی و توسعه زیربناهای کردستان
به اصلاح خرج بشه نبود دیگه، یعنی به تنگنای بسیار بدی برخورد کردن. بودجه 17%شون از طرف حکومت مرکزی قطع شد، قیمت نفت نصف شد، استخراج نفتشون خیلی پایین بود. از بشکه مثلا از روزی 150 هزار بشکه شروع کردن که الان رسیده حدودا به چیز حدودی 600 هزار بشکه در روز، اما باز هم جبران اون مافات رو نمیکنه، نمیتونه بودجه کافی رو برای حکومت اقلیم کردستان به وجود بیاره. این تنش های رو به وجود آورد. بعد از این وضعیت قرار بود که در کردستان این حکومت به اصلاح توافقی گسترده که بین همه احزاب تشکیل شده 4 سال رو در آرامش کامل به سر ببرد و در این 4 سال بتونه کارهای خودش رو انجام بده. بعد از این یه مشکل دیگه در کردستان به وجود اومد که اونم اتمام شدن دوره قانونی ریاست جناب آقای مسعود برزانی بر حکومت اقلیم کردستان بود. احزاب میبایستی برای این طرحی رو به اصلاح اجرا میکردن. راه اولی این مسئله انجام انتخابات ریاست اقلیم کردستان بود که با توجه به عدم بودجه کافی، با توجه به نبود کمیسیون انتخاباتی که بتونه کلیه ابزارهای قانونی و به اصطلاح مکانیزم‌های اجرای انتخابات آزادی رو در دست داشته باشه، چون بودجه نبود، این کمیسیون به شکل نهادی ساخته نشده بود، به اصطلاح مشخص نبود و جایگاهی نداشت، نتونستن انتخابات رو انجام بدن. چون نمیتونستن انتخابات انجام بدن با توجه به قوانینی که اونجا هست، بالاخره دو راه رو پیش داشتن، یا این خلأ رو بازم با ادامه ریاست آقای برزانی ادامه میدادن تا انتخابات مجدد، یا تا راه چاری که پارلمان کردستان راه چاری برای این میاندیشید. بالاخره اومدن در پارلمان به توافق نرسیدن، 5 حزب عمده اومدن جلسات مختلفی رو تشکیل دادن که بیشتر از 10-15 جلسه تشکیل دادن، بازم نتونستن. میانجی انگلیسی ها بود، امریکایی ها بود، بالاخره اینا نتونستن به اون توافق اصلی برسن و مسئله سیاسی کشش پیدا کرد تا این اواخر. در این اواخر با توجه به اینکه 3 ماه معلمین کردستان حقوقشون رو دریافت نکردن، بخش بزرگی از کارمندا، دوائر و موظفهای حکومی نتونستن در عرض این 3 ماه حقوق دریافت بکنن و حکومت کردستان تقریبا میشه گفت 3 ماه حقوق معوقی این مردم رو بدهکاره که باید این رو یه جوری ترتیب بده. خب مردم به هر حال در بخش بزرگی از کردستان اومدن نارضایی رو اعلام کردن، تظاهراتی رو شروع کردن و این تظاهرات بخصوص در استان سلیمانی بیشتر بود و مشهودتر بود و قابل توجهتر بود. میدونیم که استان سلیمانی، بخشی از استان سلیمانی و حوزه استان سلیمانی میشه گفت حوزه نفوذ 2 نیروی مشخصه، اتحادیه مهنی و جنبش تغییر، که در انتخابات پارلمان 2 سال پیش جنبش تغییر در حوزه استان سلیمانی رأی اول رو کسب کردن. با توجه به اینکه خود نیروهای جنبش گوران هم در حکومت هم در پارلمان کردستان روی مسئله عدم پرداخت بودجه، عدم شفافیت مادی، عدم شفاف بودن مسئله فروش نفت و برای ایجاد صندوق درآمد نفت کوشش هایی کرده بودند، صحبت هایی میکردن و مسائلی پیش اومده بود. اینا پارتی تو منطقه سلیمانی مقراتش هم مورد هجوم قرار گرفت، میشه در منطقه قلاتزه، در منطقه کلار کردستان، در منطقه بخش مناطق دیگری که مقرات حزب پارت دموکرات کردستان مورد حمله قرار گرفت. پارتی مسئول این حملات رو گوران میدونه، یعنی جنبش تغییر رو میدونه، میگه اینا نیروهای اونا هستن که به عنوان آخرین کارت فشار اینا رو به خیابان آوردن و اینا رو در به عنوان راپیمایی و به عنوان استفای حق راپیمایی بالاخره حق بدهی و یکی از حقوق اولیه شهروندان هر جایی است که میتونن آزادانه راپیمایی کنن، اعتراض کنن، تحصن کنن، حقوق خودشون رو بخوان، خواسته هاشون رو بیان کنن. هیچ کسی با این مشکلی نداره در حکومت کردستان و در کلی آزار سیاسی کردستان. مشکل اصلی و عمده این است که بخشی از اینا یا عده از اینا به سمت مقرهای پارتی دموکرات کردستان هدایت شدن، اون مقرها رو آتش زدن، بخشی از کادرهاشون زخمی شدن و حتی بخشی از مردم تظاهر کننده متاسفانه کشته شدن و جون خودشون رو از دست دادن، درگیری ایجاد شده. 2 تا قرائت هست برای این مسئله. یکی این که پارتی میگه جنبش تغییر این نیروها رو به سمت مقرات ما هدایت کرده برای اینکه فشاری دیگری رو بر ما وارد کنه و این رو به عنوان آخرین کارت فشار بر ما وارد بکنه که در مسئله ریاست اقلیم کردستان ما کوتا بیاییم. چون 2 دیدگاه هست در اینجا. یه دیدگاهی میگه که برای انتخابات ریاست اقلیم کردستان باید مستقیما مردم خودشون رأی بدن، یعنی رئیس اقلیم کردستان با رأی مستقیم مردم و از میان مردم انتخاب شه.
جنبش تغییر و احزاب دیگر میگن نه، باید رئیس حکومت، رئیس اقلیم کردستان از طرف پارلمان تعیین بشه و انتخاب بشه با اختیارات محدودی. پارتی میگه با اختیارات وسیعی که الان داره باید از میان مردم و با رأی مستقیم مردم انتخاب بشه. این معضله اساسیشونه. با توجه به مسائلی که عرض کردم، قطع شدن بودجه کردستان از طرف حکومت مرکزی، پایین اومدن تقریبا 50% قیمت نفت و به اصلاح کمبود فروش نفت کردستان، اون نفتی که میفروشه نمیتونه جبران هزینه های جاری و هزینه های به قول معروف در گردش و هزینه های مصرفی رو بکنه، بنابراین اینا دوچار معضلات بزرگ و پیچیده از نظر اقتصادی شدن. این بحران سیاسی هم روش اومده، در نتیجه منجر به این مسئله شد که در روزهای قبل حکومت اقلیم کردستان، یا بهتره بگم پارت دموکرات، وزرای جنبش گوران و رئیس پارلمان کردستان که از جنبش گوران بود به ورود به کابینه و ورود به مجلسشون رو منع کرده و این عنوان که قرارداد سیاسی خودش رو با گوران برای تشکیل حکومت توافقی به هم زده و دلیلش هم اینو عنوان میکنه که گوران از توافق به عمل آمده و از بنود توافقی که با هم داشتن و از شرایط توافق خارج شده و عملا در عمل و در کردار توافق رو نقض کرده، و چون توافق رو نقض کرده اونا هم دیگه نمیتونن به این حکومت توافقی و این حکومت مشترک با گوران ادامه بدن. این کل ماجرا است. در کردستان نه جنگی هست و نه کس انتظار جنگ داره. همه نیروها متحد و متأکدن بر حفظ صفوف خودشون، بر حفظ آرامش، امنیت و امنیت اجتماعی و بر حفظ وضعیت موجود و بر ادامه پروسه سیاسی در گفتگو و در مکانیزم هایی که اقتضا میکنه و با یک روند کاملا دموکراسی. عرضم به حضور شما که خب اینجور که شما تعریف میکنید، خب جمهوری اسلامی هم، این اهریمن حاکم بر ایران هم همینو میگه، میگه ما همه جا جنگه ولی در داخل ایران میبینی که جنگ نیست، ولی خب واقعیت به ما چیز دیگه ای رو نشون میده و میگه که من این جنگ رو بردم بیرون برای اینکه در داخل جنگ نباشه، ولی به هر حال تنش در داخل وجود داره، نارضایتی وجود داره. اینکه شما اشاره میکنی که در کردستان جنگ نیست، میدونیم جنگ نیست، ولی تنش وجود داره. این تنش رو چجور تعریف میکنی؟ شکی نیست که تنش وجود داره، چالش وجود داره، اختلافات سیاسی و اختلافات دیدگاهی و اختلافات بسیار بسیار وسیع سیاسی وجود داره. ما که نگفتیم تو کردستان چالش نیست، ما که نگفتیم تو کردستان تنش نیست، ولی این تنش ها و این چالش ها راه کارشون جنگ نیست. یعنی حکومت اقلیم کردستان و نیروهای سیاسی مشترک در حکومت اقلیم کردستان از این مرحله عبور کردن که بخوان مشکلات خودشون رو از طریق جنگ حل و فصل کنن. آزادی خواهی نظر، ولی خب میبینی که آقای بارزانی عده ای از وزرای کابینه رو اخراج کرده، اون رو چجور تعریف میکنی؟ ببینید، این همین امروز نخست وزیر حکومت اقلیم کردستان یه پیامی رو دادن، این مسئله رو که شما بهش اشاره فرمودی اشاره کردن که به علت نقض قرارداد سیاسی فیما بین پارتی و جنبش گوران که گوران عملا این رو نقض کرده، اونا مجبور شدن که وزرای جنبش گوران و نیروهای پارلمانی اونها رو از حکومت اخراج کنن. اگرچه از نظر بنده این کار کار خوبی نیست، کار درستی نیست، کار صحیحی نیست، بایستی از راه‌ها و مکانیزم‌های قانونی دیگری در چارچوب خود پارلمان و در چارچوب عمل مشترک سیاسی کلی نیروهای کردستان این مشکل و معضل رو به قول معروف بهش میپرداختن و راهلش رو پیدا میکردن. اما یه اتفاقی افتاده، ولی بعضی با این میگن که ما آمده بحثیم، آمده مذاکرهیم، آمده نشستیم، آمده گوش دادن به طرف مقابلیم، و بعد نیروهای دیگر مشترک در حکومت اقلیم کردستان هنوز در حکومت موندن. یعنی اگر بخوایم بگیم 5 پایه اصلی حکومت رو برشموریم، 4 پایه اصلی حکومت هنوز داره به کار خودش ادامه میده. از 16 وزیر از 110 عضو پارلمان که اینا داشتن، 4 تا وزیرش مال جنبش تغییر بوده که اینا الان تو کردستان به قول معروف سر کارشون نیستن. ولی مسئله اساسی و مهم اینه که اینا معترفن به وجود در کردستان مشکلات اقتصادی هست،
اختلاف نظر سیاسی هست، چالش های جدیدی هست، نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی و سیاسی وجود داره. به این مفهوم وضعیت اقتصادی مردم خواهان حقوق مواقع خودشون هستند. دولت یکی از کارهاش در هر کجای دنیا تأمین امنیت و تأمین وضعیت اقتصادی مردم است. این دو تا وظیفه اساسی و عمده حکومتن. حکومت هم از اینا شونه خالی نمیکنه، اما میپذیره با توجه به بحران‌های اقتصادی که اینم ثمره شعار استقلال خواهیشون رو دارن میدن، حکومت مرکزی عراق کبوجه رو قد میکنه به خاطر اینکه که نمیخواد کردستان سرپای خودش وایسته، نمیخواد به سمت استقلال بره. دخالت های سیاسی این طرف و این طرف تو کردستان میشه و بعضی ها آتش بیار معرکه میشن، مثل جمهوری اسلامی که شما بهش اشاره فرمودی، و یکی از نگاه ها و نگره های هم این است که در این اختشاشات و در این آشوب هایی که شده احتمال داره دست خارجی ها باشه. واقعیت هم اینه، ممکنه دست ایران باشه، دست کشورهای دیگر منطقه باشه. این جنبش رو و این نارضایتی مردم رو به سمت اختشاش هدایت کردن، به سمت برهم زدن وضعیت عمومی، آتش زدن اموال عمومی، نشر اکاذیب، حالا مسائل دیگری. ببین آقای بهبهانی، این با اینکه ما بخوایم بگیم در کردستان جنگ هست، چنین چیزی نیست. کردستان جنگ نداره و اصولا از این مرحله عبور کردن که باری دیگه بخوان مشکلات خودشون رو با جنگ حل بکنن. میکانیزم های مختلف و راهکار های مختلفی از برای حل کردن این چالش ها قرار نیست در هر کشوری که کمبود اقتصادی، مشکلات اجتماعی، چالش اجتماعی و چالش سیاسی باشه این دیگه تبدیل به جنگ داخلی بشه. بحث ما اینه که جنگی نیست، ولی چالش هست، معضلات هست، مشکلات هست. عمده مسئله و مشکلاتی که تو کردستان هست مسائل اقتصادی است و به عقب افتادن حقوق مردم کارمند کردستان است که بخش بزرگی از مردم کردستان حقوق بگیر حکومت هم متاسفانه. ما میدونیم در دوران حکومت بعث عراق اصولا اونجا نه کارخانه‌ای بوده، نه کارگاهی بوده، نه تولیدی بوده، بخش تولیدی، بخش کشاورزی، همه اینا اصلا فلج شده. اندک سوسویی که بعد از مدت ها ایجاد شده بود و اندک امیدی که ایجاد شده بود زنده کردن بخش کشاورزی بود و کارگاه های کوچیکی بود که داشت تو کردستان را می افتاد. با توجه به این بحران اقتصادی که حکومت کردستان دچار آن شده، این متوقف شده. بنابراین می بینیم که بخش بزرگی از مردم کردستان تکیه و تنها درآمدشون و تنها راهکار زندگیشون همون حقوقی که از حکومت اقلیم کردستان میگیرن و این الان با مشکل برخورد کرده. بالاخره حکومت کردستان وظیفه‌شه که راهکاری رو برای این پیدا بکنه. عمده مسئله اصلی از نگاه من و از نگاه همه اینه. بعدش تو کردستان این رو هم خیلی بذار شفاف بگم، مسئله ریاست اقلیم کردستان نیست، مسئله چگونگی تقسیم قدرت بین نیروهای شرکت کننده در حاکمیت اقلیم کردستان است. ساخت قدرت در کردستان عراق، آقای بهبهانی خیلی شفاف بگم، دوستان جنبش تغییر من فکر میکنم میاندیشیدن که با ورودشون به حکومت میتونن سهیم بشن در اعمال قدرت و در بده از گرفتن قدرت در اقلیم کردستان. ولی ساخت قدرت در کردستان متاسفانه ساختی است که هنوز در دست حزب است. حکومت اقلیم کردستان حکومتی نیست که تمام توان و تمام قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی حکومت رو داشته باشه و بخوان رو اجرا بکنه. بخشی بزرگی از این قدرت هنوز در دست حزب است. نه تنها پارتی، خود جنبش تغییر بخشی رو داره، اتحادیه معنی بخشی رو داره، پارتی بخشی رو داره، نیروهای دیگه بخشی رو داره. هدف اینه که باید همه این نیروها به این سمت برن که ساختار حکومتی رو تعریف بکنن، که کل قدرت در اختیار حکومت باشه و کل قدرت تعریف قانونی داشته باشه و در چارچوب قانون اعمال قدرت بکنن. خب، ولی در کنار این صفحه اقلیم کردستان ما بحث پکاکا رو داریم و وضعیت ترکیه و این بمبگذاری ها، و که به هر حال من فکر میکنم که پشتیبانی داعش، یعنی ترکیه، اردوغان از داعش بالاخره یه چنین چیزهایی را هم، عواقبی را هم دنبال خودش داره، ولی اونا سخت ایستادن و این رو منتسب میکنن به حزبایی که در حقیقت کردی هستن. میخواستم ببینم که اون وضعیت چیه و آیا اون کردها در ترکیه ارتباطی با اقلیم کردستان دارن، رابطه مجزا دارن، چه شکلیه ماجرای اونجا، در برش کدام پاشنه میچرخد؟
در واقع در مورد کردستان به قول شما ترکیه این نیاز به برگشتن یه خورده به عقب داره، یه بازخوانی یکی دو سال پیش رو میطلبه. از زمانی که داعش به وجود میاد و در منطقه سوریه و در عراق حضور پیدا میکنه و بخشی بزرگی از سوریه و بخشی از عراق رو اشغال میکنه، ما ببینیم مرزهای ترکیه واقعا بر روی داعش بازه. این همه رسانه های جهانی، همه نیروهای دنیا و همه ناظران این رو تایید میکنن. بخش بزرگی از نیروهایی که از اروپا میرن و به داعش میپیوندن از راه ترکیه وارد سوریه میشن و به داعش میپیوندن. این مسلمه، یعنی چیزی نیست که دولت مردان ترکیه بخوان این رو حاشا بکنن یا بخوان در مورد این طلب سند بکنن که از هرومین شمسه. این یه نکته. نکته بعدی، هیچ گونه اقدام جدی برای بستن مرزها بر روی داعش و یا هیچ گونه اقدام جدی برای زدن داعش از طرف دولت ترکیه ما ندیدیم، همکنون هم نمیبینیم. با اینکه اومده تو تحالف ضد داعش یه مدتیه و اعلام کرده و نیروهای داعش میخواه جنگه، ما اقدامات جدی حکومت ترکیه رو علیه داعش ندیدیم. اصولا نشانه های زیادی وجود داره که در این مدت حکومت ترکیه اگر به داعشی ها کمک نکرده، در مورد پیشرفت داعش، توسعه داعش و تعرضاتی که در منطقه داشته سکوت کرده و خودش رو به قول معروف به بیخبری مطلق زده و گاهن هم چشم پوشی کرده و امکاناتی رو هم در اختیارشون گذاشته. اوج این بحران در جنگ کوبانی بود که اردوغان صراحتن اعلام کرد که کوبانی بالاخره سقوط میکنه و داعشی ها کوبانی رو کنترل میکنی. دیدیم که چنین نشد، کوبانی سقوط نکرد، داعش نتونست کوبانی رو کنترل کنه، عقب نشینی کردن، یک شکست مفتزهانه رو به اصلاح قبول کردن و رفتن و از تل ابیه و منطقه دیگری هم عقب نشینی کردن و الان در تقریبا جنگ به نزدیک های مقر اصلی داعش ها رسیده. درگیری، اوج درگیری تبلیغاتی و لفظی و به قول معروف بین کردها و حکومت آک پارتی مقاومت کوبانی بود. بعد از اون این روند ادامه داشتن که اون انفجاری که تو سروش اتفاق افتاد و انگشت اتهام به سمت نیروهای امنیتی یا به بخشی از نیروهای ترکیه دراز شد که در درون حاکمیت هستن و اینا بالاخره یه جوری این انفجار رو یا ساپورت کردن یا مطلع بودن یا کنترل کافی نکردن. بالاخره مسئولیت مستقیم انفجار بر عهده دولت ترکیه، تأمین امنیت یکی از وظایف دولته، امنیت ملت رو باید تأمین بکنه. اگر تعللی کرده این آک پارتی و حکومت ترکیه بودن که تعلل کردن. انفجار بعدی آنکارا و انفجار سروش هم که معلوم شد کار داعشی ها بوده و از همه متعجبتر اینه که این نیروها قبلا شناسایی شدن، اسامشون به عنوان افرادی که ممکنه کارهای تروریستی و عملیات انتحاری رو انجام بدن نزد نیروهای امنیتی ترکیه بوده. و خود داود اغلو میگه ما اینا اسمشون پیش ما بوده به عنوان نیروهای مخرب که امکان داره عملیات انتحاری رو انجام بدن، ولی چون این اقدام رو نکردن ما نمیتونستیم اینا رو بازداشت بکنیم. در صورت که طبق قانون خودشون میگن هر نیروی مظنون به این باشه که میخواه عملیات تروریستی بکنه قبل از اقدام به عملیات میشه این رو بازداشت کرد. بنابراین به هیچ وجه من الوجود انفجارهای مختلفی که در ترکیه به وقوع پیوسته با توجه به شواهد بسیار بسیار فراوان، نمیتونه کار کردها باشه و اصولا ربط این به اسامی کردی یک ربط بی خودیه. به قول معروف حشا کردن از مسئولیت و فرار کردن از پذیرفتن واقعیتی است که از هرومین شمس و همه مردم میدونن، همه دنیا شاهد این هستن. این یه نکته. نکته بعدیش جناب ببانی، ببینید در انتخابات چند ماه پیش ترکیه نیروهای آک پارتی و بخش دیگری از احزاب سیاسی ترکیه فکر نمی‌کردن که هدف حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه بتونه از اون حد نصاب قانونی که برای انتخابات ترکیه در نظر گرفتن عبور بکنه، یعنی نسبت 10% رو به دست بیاره. اما یک اتفاق بسیار بسیار عجیبی که افتاد، هیچی این نیرو تونست که حد نصاب 10% رو طی بکنه، چیزی حدود 13.2% 3% رأی آورد. این یک اتفاق عجیب و شگفت انگیزی بود که بالانس نیرو و قدرت رو و جریان های سیاسی رو در کردستان ترکیه و در خود ترکیه کلا به هم ریخت. آک پارتی اصلا فکر نمی کرد که احزاب کردی و نیروهای کردی به همراهی نیروهای چپ، دموکراتیک خواه، آزاد اندیش، نیروهای اجتماعی آزادی طلب و دموکرات بتونن این حد نصاب رو رد بکنن و در
پارلمان ترکیه حضور داشته باشه. حضور بسیار قوی هدف با 80 کرسی در پارلمان ترکیه به وضعیتی منجر شد که اردوغان و آک پارتی نتونستن نه اینکه قانون اساسی ترکیه رو تغییر بدن که چون تصمیمشون این بود در انتخابات به حد کافی چیز حدود 332 کرسی رو به دست بیارن، با این حد نصاب میتونستن بدون انتخابات عمومی قانون اساسی ترکیه رو هم تغییر بدن، ولی 256 کرسی که به دست آوردن نتونستن حتی حکومت رو به تنهایی تشکیل بدن. وضعیتی که برای آک پارتی به وجود اومد بود، فشاری که از طرف جامعه جهانی روی حکومت ترکیه بود، همکاری هاش با داعش، وضعیت داخلی خودش، برهم زدن بالانس سیاسی ترکیه و از این طرف هم پروسه صلح با پکاکا که همینجوری معلق مونده بود و در واقع ترکیه هیچ اقدام عملی ملموسی رو برای به انجام رسیدن این پروسه انجام نمیداد و فقط زمان رو به قول معروف وقت میکشت و زمان رو میطلبید و میخواست از طریق وقت کشی این پروسه رو یه جوری پیش ببره که بین نیروهای کرد شکاف بیندازه، نیروهای اپوزیسیون قانونی کردی در داخل کرد ترکیه رو از نیروهای اپوزیسیون غیر قانونی مثل پیکاکا رو از هم جدا بکنه، شکاف عظیمی بین اوجلان پیکاکا و هدف و نیروهای داخلی کرد ایجاد بکنه و این شکاف بزرگ رو بعدن به عنوان یک ابزار و یک مکانیزم برای مسئله صلح و وادار کردن پیکاکا و اوجلان و دیگر نیروها به تسلیم نوعی تسلیم شدن استفاده بکنه، دید موفق نیست تو همه اینا و اومد جنگ رو از نو شروع کرد. البته این به معنی این نیست که کردها هم اشتباه نداشتن، کردها هم اشتباه داشتن که میبایستی خیلی خوددارتر بودن، خیلی صبورتر میبودن و خیلی آرامتر رفتار میکردن و بهانه رو به دست ترک نمیدادن، اما بالاخره این واقعیتی ترکیه دنبال بهانه بود و انفجارهای سروش و بعد قتل دو تا پلیس رو بهانه کردن و مجددن جنگ رو تو کردستان از سر گرفتن. از سر گرفتن جنگ تو کردستان با برنامه مشخصیه که آک پارتی میخواد تو این جریان کم کم نیروی کردها و نیروهای متحد کردها رو از چپها، دموکراتها، سکولارها، آزاد اندیشها و جنبشهای اجتماعی مدرن امروزی جامعه ترکیه که این ساخت فکری و این ساختار سیاسی اجتماعی دولت آک پارتی رو بر نمیتابن و زندگی رو بر اینا تنگ کرده و با کردها متحد شدن، از کردها جدا کنه، نیروشون رو کم بکنه، حتی بحث تقلب و به قول معروف ابطال کردن حوزه بعضی از حوزه های انتخاباتی هم به گوش میرسه، یا بحث این هست که شاید از برخی مناطق کردنشین به علت سوء استفاده کردن از مسئله جنگ و بزرگ کردن این مسئله اصولا انتخابات ایجاد نشه، انجام نشه و بتونه از این طریق حد نصاب لازم رو برای تشکیل دولت به اصلاح خودش به دست بیاره، آک پارتی تناهیزی باشه که بتونه دولت رو تشکیل بده. اما این برای ترکیه خیلی گرون تمام شده. وضعیت اقتصادی ترکیه از اون وضعیت خوب و مثبتی که ثابت بود و شاخص رشد اقتصادی شخص قابل توجهی بود، پول ترکیه ثابت شده بود، اعتماد پیدا کرده بود، کار بود، وضعیت ترکیه خوب شده بود، اصلا به هم خورده، وضعیتش اصلا وضعیت توریستیش کاملا خرابه، وضعیت اقتصادیش خرابه، آرامش اجتماعی، ثبات سیاسی در ترکیه به هم خورده و مسئول همه اینا در واقع نیروهای خود ترکیه یا حکومت آک پارتی و اردوغان هستن که ترکیه رو به این سمت بردن. در رابطه با کردهای سوریه هم دخالت نابجای اردوغان و حمایتهایش از داعش همیشه مشکل و مسئله عمده و معضلی بوده که خود آقای اردوغان ایجاد کرده. این وضعیت ترکیه است و به هیچ وجه من الوجود هیچ کسی و هیچ نیروی، نه فقط حکومت ترکیه، نمیتونه این انفجارهای استانبول و انفجارهای اینا رو به کردها نسبت بده یا انگشت اتهام رو به سمت کردها دراز بکنه. البته قبل از اینکه وارد ایران بشیم و اونجا ببینیم که در اونجا چه میگذره، قدمی اونورتر میریم و وضعیت کردها رو در سوریه دنبال میکنیم و این ماجرای حملات هوایی روسیه که امروز هم اعلام کردن که این حملات با هماهنگی اسرائیل و آمریکا صورت میگیره و یه توافقی هست که اونا با همدیگه کلش نکنن، برخورد نکنن در حقیقت رو هوا به هم، و اینکه روسیه خواهان
به جاماندن اسد است، ولی ظاهرا مثل اینکه اینجور که از حرفا پیداست یه قدری در این موضع هم تعلل کرده. میخواستم تو این ماجرا و زد و بندها و حملات و حملات هوایی و پشتیبانی نیروهای زمینی ایران و حزب الله و سپاه و اینها وضعیت کردها رو در اونجا ببینیم که آیا به مخاطره میاندازد، چه وضعی میشه اگر داعش مجبور بشه به عقب برگرده. خب باید برگرده دوباره به منطقه کردها، چه اتفاقی میفته؟ عرض میشه خدمتتون جناب بهبهانی، وضعیت کردهای به قول شما سوریه، به قول ما روژاوا، میشه گفت این ملت کرد در غرب کردستان یا در کردستان سوریه از مرزهای مرگ عبور کرد، طلبه مرگ هم رفت، یک عملیات بسیار وسیعی علیه این نیروها تدارک دیده شده بود قبل از داعش از طرف جبهه النصره، از طرف القاعده، از طرف نیروهای واپسگرای بسیار مرتجع اسلامی که در سوریه بودند مثل القاعده و مثل جبهه النصره و دیگر نیروهایی که بودند، و از اون طرف عدم همکاری و همیاری و اعتراف به این نیروها از طرف ارتش آزاد سوریه و خیلی چیزهای دیگه که جنگ بسیار بسیار خانمانسوز و بسلاح یه نوع نسل کشی رو در کردستان سوریه برای انداختن، و از داعش هم به این اضافه شد و دیگه به قول مرو گوی سبقت رو از همه رو بود و در جنایتکاری و سبوهیت شهره عام شد. این جنگ های خونینی که احتیاج به بازگو کردن و یادآوری مجدد نداره با وقوع پیوست، ولی این نیروها تونستن تنهایی بدون کمک و بدون حمایت هیچ کشوری سر پای خودشون وایسن، مقاومت بکنن، مقاومتی که دنیا رو به تمجید و تعظیم در برابر مقابل جانانه اینا وادار کرد و معترف شدن که این نمونه مقاومت بسیار شریف و ایثارگرانه است که در تاریخ نظیرش کم است و منجر به پیروزی شد در کوبانی، منجر به عقب نشینی شد و بالانس نیرو رو هم در منطقه سوریه عوض کرد. ببینید نیروهای متحد ضد داعش یا تحالف ضد داعش که در منطقه به وجود اومده بود آماده نبودن، حاضر نبودن اینا به نیروهای کرد سوریه کمک بکنن، حفاظت هوایی بکنن، یه چتر هوایی رو برای اینا ایجاد بکنن که بتونن تو منطقه بمونن و بجنگن. ولی واقعیت ها نشان داد که در واقع و در حقیقت این تنها نیروهای کردن که بر روی زمین علیه داعش می جنگن، به نمایندگی از کل دنیا دارن خطر بسیار بزرگی رو از سر کل دنیا کم می کنن، چه در اقلیم کردستان چه در غرب کردستان دیدیم که این تنها نیروهای کرد بودن که تونستن عملا داعش رو شکست بدن و به عقب وابدارن. این وضعیت باعث شد که تحالف ضد داعش یا اتحاد ضد داعش بر رهبری امریکا در یک مقطعی به قول معروف چرخش موازنه بکنن، یه چتر هوایی رو برای کردهای اقلیم کردستان و کردهای سوریه ایجاد کردن، حملات هوایی رو علیه داعش انجام دادن، داعش شکست سنگینی متحمل شد و به عقب رفت. دیگه میدونیم خیلی ها داعش کمک کردن از ترکیه گرفته تا دولهای عربی منطقه تا حتی به نظر من تا خود ایران و خیلی های دیگه، فقط به خاطر اینکه کردها رو به قول معروف شکست بدن. اما موضوع ایران و موضوع روسیه در رابطه با اسد، آقای بهبهانی، این یه چیز کاملا مشخص و محرزیه که از اول شروع مسئله ترکیه و قیام مسئله سوریه و قیام مردم سوریه و ایجاد این وضعیتی که به جنگ داخلی و جنگ خونین منجر شده تا امروز، رژیم جمهوری اسلامی ایران همراه با حاکمیت روسیه و با حکومت روسیه موضوعشون ابقای اسد بوده در وضعیت فعلی و باقی ماندن اسد در حکومت بوده. فکر میکنم الان هم دگرگونی در موضع سیاسی و در نگرش آنها به مسئله ایجاد نشده، هم روسها هم ایرانی ها یا رژیم ایران در واقع خواهان ماندن اسدن در قدرت و عمل اینو گفتن، اصلا پنهان نکردن. من فکر میکنم این سستی سیاست امریکا در منطقه و عدم قاطعیت جدی و عدم عمل درست در رابطه با داعش و سرکوب قاطعانه و جدی داعش بود و کمک درست و قاطع نیروهای
آزادی خواه دموکرات و لیبرال و مردمی سوریه و نرسیدن به این نیروها بود که وضعیت رو به اینجا رسانید و چالش رو اینقدر بزرگ کرد که روسیه وارد معرکه بشه و نیروهای زمینی ایران وارد معرکه بشن. ببینیم که هر روز سرداران سپاه تو سوریه کشته میشن که جسدشون به ایران بازگشت داده میشه، هم هر روز از این خبرها داریم. این از قبل بوده، یعنی از ابتدای شروع مسئله سوریه، حزب الله لبنان، حکومت ایران، رژیم جمهوری اسلامی ایران و روسها هر کدوم به طریقی کمک کردن، به اضافه بعضی از کشورهای عربی که خواهان اسدن بمونه در قدرت. این وضعیتی الان که پیش اومده فکر نمی کنم از نظر اینکه داعش به منطقه کردها برگرده چون این چیزی اتفاق بیفته، چون اولا کردها مستحکمتر شدن، نیرومندتر شدن، آزمودهتر شدن، دوستان و متحدین بسیار زیادی رو در سطح منطقه و سطح دیهان براشون ایجاد شده و با هم دارن کار میکنن و داعش دیگه نمیتونه به مناطق کردستان تحت هیچ عنوانی برگرده و اگر به سمت کردستان هیچی که نمیتونه برگرده، روز به روز از سمت کردستان دور میشه، میره به طرف الانبار و میره به طرف در عراق، میره به انبار و اینا و در سوریه میره به طرف مرکز اصلیشون که رقاز، استان رقاز، و فکر نمی کنم اینا بتونن به مناطق کردستان برگردن. اما یه مشکل دیگه ای هست در اینجا. ببینید از نظر من خودم اینجوری فکر می کنم، تقویت اسد، حفظ حاکمیت اسد و توسعه قدرت اسد و بازگشت حکومت اسد به مناطقی که دست اپوزیسیون حداقل سوریه است، مثل اپوزیسیون لیبرال دموکراتیک و ارتش آزاد و کردها، این چالش بسیار بزرگ و جدی برای کردهای سوریه ایجاد خواهد کرد. اسد از حکومت خودگردان کردستان سوریه نمیگذره. اسد نمیتونه با واقعیت موجودی که الان در کردستان سوریه به وجود اومده و یک حکومت محلی خودگردانی به وجود اومده و این آزادی، این ساختار سیاسی و این تفکر و اندیشه رو بپذیره. بنابراین اگر اسد تقویت بشه و در حاکمیت بمونه و ایران و روسیه بتونن اسد رو یاری بکنن تا بتونه حاکمیت خودش رو مجددن بر سوریه برقرار بکنه، از نظر من خطر بسیار جدی کردهای سوریه رو تهدید میکنه. باید از همین حالا خودشون رو برای جنگ با ارتش سوریه با متحدین اسد آماده بکنن. این یه نکته. نکته بعدی، نیروهای دیگری که در سوریه هستن، مثل نیروهای دموکرات و لیبرال و آزادی خواه، مثل نیروهایی که الان جدیدن تشکیل میشن، مثلا تحالفی تشکیل شده بین نیروهای کرد و نیروهای دموکرات و آزادی خواه ترکیه که به عنوان اتحاد برای دموکراسی همچین چیزی چند روزی تشکیل شده، اینا باید بالاخره به خودشون بیان، خودشون رو سازماندهی بکنن و جامعه جهانی، دول غربی و دنیا در مقابل اسد وایسته و فشار بیارن بر روسیه و ایران که به جای مواضع داعش، مواضع نیروهای کردی و مواضع نیروهای انقلابی ضد اسد رو بمباران نکنن و اینا رو مورد حمله قرار ندن. چون واقعیتش اینه، ما میبینیم در پوشش حمله به داعش روسها بیشترین حملاتشون علیه نیروهای آزادی خواه و دموکرات طلب و لیبرال سوریه بوده که علیه حکومت اسد می جنگن. اگر جنگ جدی و اساسی علیه داعش باشه ما استقبال میکنیم، فرقی نمیکنه کی میزنه داعش رو، کجا میزنه، چطور میزنه. مهم اینه که داعش رو یک خطری است که همه بشریت رو تهدید میکنه و ما بتونیم در مقابل این خطر بیستیم و این خطر رو رفع بکنیم. اما ما شک نما همه این مردم شک دارن در نیت روسیه در این حملاتی که انجام میده. این که هماهنگی بین روسیه و آمریکا و اسرائیل هست برای انجام حملات هوایی، برای چند روز پیش بود، فکر کنم یکی دو روز پیش بود که اسرائیلی ها مانور مشترک هوایی رو با روسا انجام داده بودن به خاطر اینکه برخورد هوایی پیش نیاد. ولی اوباما به صراحت گفتن اگر ایران و روسیه خواهان ماندن اسد در قدرت باشن، به حال در باطلاق سوریه گیر خواهند کرد و این کار آسانی نیست. این یه نکته. نکته بعدی میبینیم که جدیداً حدود 50 تن اسلحه و مهمات رو امریکایی‌ها به کردها رسوندن که این فقط برای کردهای سوریه نیست، برای کردهای سوریه و نیروهای دموکرات فعال در جبهه، در جبهه جنگ علیه حکومت اسد است. این نشون میده اگر مسئله همینجوری پیش بره شاید یک جنگ طولانی دراز مدت به اصطلاح ویرانگر در سوریه به نیابت از طرف روسها و امریکایی‌ها در منطقه ایجاد بشه و اینم یه بدبختی دیگر و بس مقابل معروف خانمانسوزی دیگری برای مردم منطقه و مشکلات عدیدی رو به بار میاره که امیدوارم چنین نباشه و یه راحل
منطقی و اصولی و میانی برای مسئله سوریه پیدا بشه، با برکنار کردن اسد، با روی کار آمدن یک حاکمیت دموکرات، لیبرال و آزادی خواه که هم کردها هم مردم سوریه بتونن به قول معروف به یک توافق سیاسی و یک صلح اجتماعی برسن که اونجا بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. ممنونم از شما. عرضم به حضور شما که برگردیم به داخل، شما اشاره کردی به موضع ایران. ما در کردستان ایران دو سال پیش بود که اعلامیه های بیرون اومد در جهت اتحاد کموله و دموکرات و اینها، سر صدایی به پا کرد و بعد همه نگاه ها معطوف شد به ماجرای اقلیم کردستان. در کردستان ایران چه می گذرد؟ وقتی معلمین اعتراض کردند ما صدایی چون گذشته نشیدیم، در اینجا چه می گذرد؟ عرض میشه حضور شما جناب آقای بهبهانی، سوال بجا و درستی است. در کردستان و در کل ایران میتونم بگم جنب و جوش بسیار خوبی در کار است. مردم دیگه اعتراضاتشون علنی شده، اعتراض های سنفی، سندیکایی، حرفه‌ای، سیاسی در ایران کاملا برجسته و مشخص شده، بخصوص در کردستان. اعتراضات پی در پی و وسیع جامعه معلمین ایران بخصوص در کردستان بسیار برجسته تر و وسیع تر است. حضور جامعه مدنی کردستان و اعتراض مرتب و به برای پیش برد اهداف خودشون و فشار بر حاکمیت روز به روز وسیع تر است و اینو میبینیم. یعنی ابزارهای دموکراسی و مدنی برای مطالبه حقوق مردم در ایران و در کردستان یک رشد بسیار قابل توجه و برجسته ای کرده که ما روزانه شاهد این حرکت ها هستیم. از مطالبات فرهنگی، سیاسی، سنفی، سندیکایی و جنسیتی، همه اینا رو میبینیم. جنبش های مختلفی در کارن، جنبش کارگران، جنبش زنان، جنبش تحصیل کردگان، جنبش دانش آموزان و جنبش نخبگان کردستان و جنبش نخبگان ایران و وضعیتی که در ایران هست. دو سه مسئله باعث شده که یک خورده ما در حاشیه قرار بگیریم. یکی میدونیم که جنگ داعش، وضعیتی که در منطقه به وجود آورده، جنگ سوریه، جنگ عراق، وضعیت اقلیم حکومت اقلیم کردستان، اینا تأثیر مستقیمی داشتن بر مسئله کرد در ایران و بر کل تحرکات و جنبش های کردستان شرقی و قول شما کردستان ایران تأثیری داشتن. این یه نکته. نکته بعدی آمدن روحانی، به سرانجام رسیدن قرارداد هسته‌ای بین ایران و شش کشور غربی، این هم تأثیرات دیگری داشته. ولی الان دیگه وضعیت به حدیه، یعنی شرایط یه جوری شده که زمامداران ایران و حاکمان رژیم ایران دیگه هیچ بهانه‌ای رو برای سرکوب مردم، برای فلاکت اقتصادی، برای از هم گسیختگی وضعیت اجتماعی، برای نابودی وضعیت فرهنگی، برای حرس زندگی اجتماعی و ویران شدن این وضعیتی که در ایران هست نداره. بنابراین تعرض مردم و تعرض جنبش ها روز به روز بیشتر میشه، از راهی داخلی و از ناحیه جنبش های مدنی که در کردستان یا در ایران وجود داره ما اینن عملا میبینیم. اما از ناحیه اپوزیسیون دو نکته رو که من میخوام عرض بکنم، یکی اینکه متاسفانه اپوزیسیون سراسری ایران هنوز فاقد اون انسجام، اون اتحاد و اون اشتراک عمل است که بتونه یک چتری رو ایجاد بکنه که همه نیروهای دموکرات و سکولار و آزادی خواه ایرانی حول این چتر جمع بشن و اقدام مشترک و علیه رژیم انجام بدن، چه در سطح داخلی، چه در سطح بین المللی و چه در سطح منطقی. امیدوارم نیروهای کرد یک مرکزی باشن برای کل اپوزیسیون ایران که در اونجا بشه این اتحاد و این چتر مشترک رو به وجود آورد. اتحاد بین کومولو و دموکرات همچنان که شما اشاره کردین، اتحاد هنوز پابرجاست، وضعیت دگرگونی های رو به خود دیده. نیروهای حزب دموکرات، هم حزب دموکرات کردستان ایران، هم حزب دموکرات کردستان کردستان، نیروهای مسلح کومله، حزب کومله کردستان نزدیک به چندین ماه و چندین سال است که عملا در داخل تردد دارن، میرن میان، نیروهاشون رو به مرزهای
میهن انتقال دادن، از کشور نزدیک شدن، در رابطه نزدیک و تنگاتنگ با مردم هستن و در داخل کشور حضور دارن و عملا فعالن. ولی خب به هر حال هدف تقویت جنبش مدنی، هدف تقویت جامعه مدنی، هدف تقویت سازوکارهای مدنی برای اعتراضات مدنی و ندادن بهانه به دست رژیم است برای سرکوب خونین و قهرآمیز این جنبش ها و مردم. این یه نکته. نکته بعدیش که میخوام عرض بکنم حضورتون، ایران به وضعیتی افتاده که وضعیت بسیار فلاکت بار و تاسف باری است. یعنی من پری روزا بود در یه جای دیگه هم گفتم کلیه عناصر سقوط حاکمیت مهیا است، باور کنید. ببینید این حاکمیت از نظر اقتصادی داغونه، صنایع نفت و غاز داغانه، زیربناهای اقتصادی ویرانه، تورم بیداد میکنه، گرانی بیداد میکنه، اعتراضات اجتماعی وفور است، نظرات مردم و اختلافاتشون شدیدن و عملا انجام میشه، آزادی وجود نداره، سرکوب در اوج است، فساد بیداد میکنه. همه با همراه همه این مشکلات داخلی یک توسعه بسیار وسیع بدون برنامه، بدون فکر و بدون اندیشه در بیرون از ایران داره. ایران ببینید، حضور ایران در یمن، حضور ایران در سوریه، حضور ایران در عراق، حضور ایران در لبنان، حضور ایران در فلسطین، حضور ایران در همه جا این هزینه های بسیار کمرشکن و سنگینی رو به ایران تحمیل کرده. و اصولا من فکر میکنم رژیم ایران الان در وضعیت قبل سقوط شوروی به سر میبره، دورانی که گلاسنوست و به اصطلاح پروستریکای گورباچوف شروع شد. این دیگه گلاسنوست و پروستریکا هم به دادش نخواهد رسید، چون این وضعیتی که ایجاد شده در منطقه دیگرگونی های وسیعی رو به بار خواهد آورد. این دیگرگونی های وسیع به رژیم این امکان رو نمیده که باری دیگه خودش رو جمع جور بکنه، که باری دیگه بتونه مدیریت بکنه. همه هموغمشون این شده که بگن ما مبارزه علیه استکبار رو هنوز در دستور کارمون داریم. این امراضیش برای فریب مردم، برای فریب اون باقی مانده نیروهایی که از 57 تا حالا همراه این بوده و اون خورده نیرویی که هنوز دور این حال مونده است میخوان حفظ بکنن. اما اگر نگاه بکنیم ببینیم اپوزیسیون کرد قویه، جنبش مدنی قویه، وضعیت حکومت مرکزی داغانه، انزوای سیاسیش برقراره، در منطقه عامل بحرانه، هزینه های سنگینی رو داره بر دوش میکشه که توان تأمین و جبران اینها رو نداره، روز و روز وضعیت اقتصادی زانوش رو به زمین بیشتر و بیشتر نزدیک میکنه. بنابراین میشه گفت که وضعیت مطلوب رژیم نیست، اما ضعف نیروهای اپوزیسیون و عدم هماهنگی و عدم ایجاد یک چتر مشترک عمل برای همه این نیروها فرصت رو در اختیار رژیم گذاشته برای منافعهای بیشتر، برای سرکوب بیشتر، برای بقای خودش و برای کوشش به این بقای نامیمون. در ثانی یک انتخاباتی هم که در پیشه، من فکر میکنم این انتخابات چالش بسیار جدی برای رژیم هم ایجاد خواهد کرد، درگیری نیروهای داخل رژیم، درگیری اپوزیسیون و مسائل دیگری که وجود داره و از این فرصت ها هم اپوزیسیون باید بگذره و باید از این فرصت ها استفاده درست و بجا رو انجام بده. عرضم به حضور شما که اشاره داری به وضعیت اپوزیسیون ایران و اینکه این از دوره هم که این روحانی در حقیقت شیخ پسرکش آمده است به سر کار، یه جور امید کاذب ایجاد کرده در مردم و یه جور رخوت ایجاد کرده در نیروهای اپوزیسیون. میخواستم ببینم که شما این آسیب شناسی رو چجور تعریف میکنید، چجور میبینی این وضعیت رو و آیندهش رو چه شکلی تعریف میکنید؟ راستش جناب آقای بهبهانی، من میگم آمدن روحانی و چالش هایی که بین جناحایی که با نگرش های متفاوت سیاسی و پایگاه های اجتماعی متفاوتی که میتونه در داخل حاکمیت و رژیم جمهوری اسلامی ایران باشه، نباید عامل رخوت و سستی اپوزیسیون و عامل تفرقه و ایجاد ناامیدی و به قول ایجاد خوش امیدی هم در بعضی از این نیروها باشه. ببینید ما تجربه تاریخی بسیار فراوانی رو با رژیم داریم از نظر انتخابات و از نظر دگرگون شدن این چهرهای به اصلاح طلب و میان رو نمیدونم اعتدال طلب و غیره و ذالک. ببینید اصولا همه اینا یک کدوم مشترک دارن،
کد مشترک همه اینا حفظ بنیادهای اساسی رژیم است. بنابراین وقتی که ساختار بنیادی و اساسی رژیم حفظ میشه، نباید انتظار هیچ گونه دگرگونی مثبت وسیع و عمیق و به نفع نیروهای آزادی بخش و توده های مردم رو داشته باشیم، از این نیروهایی که هر روز به عنوانی و هر روز به فرم و شعاری خودشون رو در ایران عرضه می کنه. این یه نکته. نکته دوم، این به این معنا نیست که ما به زنگاه‌های مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو همینجوری مفت و مجانن در اختیار رژیم بگذاریم و بگذاریم از این بزنگاه ها عبور بکنه. مثلا انتخابات. ببینید، انتخابات به قناعت من، به باور من، میکانیزمی نیست برای دیگرگونی ساختاری در رژیم جمهوری اسلامی ایران و حتی میکانیزمی نیست که بتونه دیگرگونی شکلی رو ایجاد بکنه در رژیم جمهوری اسلامی. اما این یک بزنگاه است، یک میکانیزم است، یک فرصت تاریخی است که نباید اجازه داد رژیم آسان از این فرصت بگذرد. علیه حاکمیت باید این رو به دست گرفت، روشنگری کرد، ایجاد چالش کرد، رژیم رو در مقابل مردم قرار داد، سطح خواسته های مردم رو توسعه داد، مردم رو به خیابان کشید، مردم رو به پای اعتراضات جدی و بنیادی کشید. این دو مسئله جداست. یعنی نباید هم به حاکمیت اجازه داد از این گذرگاه ها و بزنگاه های مهم تاریخی، سیاسی و اجتماعی بگذارد، هم نباید امید بست به خود این حاکمیت که از درون حاکمیت با میکانیزم های خود حاکمیت و با سازوکارهای ساختار خود حاکمیت دگرگونی ساختاری در درون این حاکمیت غیر ممکن است. این رو باید دید. بنابراین نباید هیچ سستی و هیچ رخوتی رو ما در اپوزیسیون ببینیم. اپوزیسیون در واقع این الان بهترین فرصت مناسب است برای جمع جور کردن خودش، برای ایجاد یک مرکز مشترک هدایت اعتراضات و هدایت عملیات سیاسی مردم ایران علیه رژیم. چرا؟ چون همه ما میدونیم آیه سعید خان، ببینید، درسته که مسئله هسته‌ای ایران یک مسئله بسیار بغرنج، حساس و خیلی خطرناک بود در منطقه. همه ما میدونیم یک ایران بدون سلاح هسته‌ای خیلی قابل قبولتر و خیلی قابل تحملتر است تا یک ایرانی که، تا یک رژیمی که، منظورم رژیم البته که میگم ایران، تا یک رژیمی که اسلحه هسته‌ای رو در اختیار داشته باشد. ولی همه ما ایرانی اینو میدونیم، ما توسط اسلحه هسته‌ای سرکوب نشدیم. آزادی های مدنی، سیاسی، دموکراتیک و حقوق ملی و فرهنگی و حقوق اجتماعی و وضعیت اقتصادی ما کلا توسط این اهرم سرکوب نشده، اگرچه این اهرم دخیل بوده و دخالت داشته در این مسائل. چرا ما ببینیم مثلا به مناسبه همین مسئله مثلا ممکنه تحریم اقتصادی شده باشیم، هزینه های بسیار گزافی از بودجه عمومی و بودجه مردم زده شده به این سمت رفته، اگرچه بخش بزرگش میره یمن و میره فلسطین و میره سوریه و میره کجا و کجا و کجا. اما واقعیتش اینه، این اسلحه هسته‌ای و مسئله هسته‌ای ایران نبوده که قتل عام کرده. این ماهیت، ساختار، اندیشه و تفکر این سیستم توتالیتر دیکتاتور رژیم است که مردم رو اینجوری کرده. بنابراین اپوزیسیون باید این واقعیت ملموس رو دیگه عیان، یعنی از همه چی عیان تره، یعنی یه چیزی که اصلا سند نمی طلبه، برهان نمی طلبه که ماهیت حاکمیت اینه و حاکمیتی که ساختارش اینه در ساختار خودش با میکانیزم های خودش با سازوکارهای خودش ایجاد دگرگونی ساختاری غیر ممکن به نظر می رسد. بنابراین الان بهترین فرصته که مسئله حقوق بشر، مسئله حقوق سیاسی، آزادی های مدنی، آزادی های دموکراتی و مسائل انبوهی که در ایران هست ما روش کار بکنیم، به جهانیان نشون بدیم، دنیا رو وادار بکنیم روی این وایسه، سر و صدا روی این باشه، اعتراض روی این باشه. بابا مردم ایران نان ندارن بخورن، مردم ایران حق ندارن اسم شخصی بچهشون رو انتخاب بکنن، مردم ایران حق جابجایی آزاد ندارن، همه چی در ایران پادگانی شده. این دیگه ربطی به این نداره که
آقای ظریف اومده قرارداد هسته‌ای رو امضا کرده یا امضا نکرده. این پولی هم که آزاد میشه به جیب مردم ایران نمیره، از بودجه مردم، از سفره مردم میزنن میبرن تو یمن خرجش میکنن، میزنن میبرن تو سوریه خرجش میکنن، میزنن میبرن تو فلسطین خرجش میکنن. این پول رو هم به اونجا میبرن. بنابراین اپوزیسیون باید در چه توهمی باشه؟ چرا باید دوچار رخوت و سستی بشه؟ چرا باید امید به ناامیدها و واهیهایی داشته باشه که امکان اجراییش غیر ممکن و صفر است؟ من فکر میکنم الان دیگه فرصت مناسب است، دوران طلایی است به اینکه ما روی این مسائل کار بکنیم، ایجاد اتحاد بکنیم، چتر مشترکی رو درست بکنیم، همه توانمون رو به قول معروف سازماندهی بکنیم و با یک مدیریت درست حرکت بکنیم. آقا بسیار ممنون و متشکرم از حضور در برنامه. آموختیم و از تجربه شما استفاده کردیم، از دانشت بهره بردیم، از اطلاعاتی که در مورد منطقه کردستان و اقلیم کردستان و کردستان شرقی اعلام کردی هم ممنونم، که میدونم الان این بحث کردستان شرقی هم یه اسباب مسئله برای من میخندی و میری، من اینجا میمانم و ماجرای کردستان شرقی. ببینید اینه که میگم جنگ با هم نداریم. ببینید نخوا جون، این چه مشکلیه؟ مثلا شرقی باشه، غربی باشه، ایرانی باشه، غیر از اوی کما که نگفتیم حکومت مستقل کردستان. عزیزم این یک واقعیت تاریخیه، از یک واقعیت تاریخی نباید صحبت کرد. یعنی دوستان ایرانی ما نمیدونن در چالدران در 514 این کردستان تقسیم شد، نصفشو عثمانی ها بردن، صفوی نصفش رو تقدیمشون کرد، در جنگ جهانی بازم مجددا تقسیم شد. یعنی اینا رو نمیدونه، این واقعیت های تاریخی رو نمیدونه. این که جای جدل نداره، دنبال همونه که پدرش برده تقدیم کرده میخواد پسش بگیره دیگه، میگه آقا پسم بده بابام اشتباهیه. برحال ممنونم از شما، سپاسگزارم، بهتون زحمت دادم، امیدوارم موفق و مؤید باشی جناب. متشکرم از شما. به ها گفته بود با آقای جلیل آزادی خواه، نویسنده و فعال سیاسی مقیم ویرجینیا، ازش ممنون و متشکریم و از شما نازنینان هم سپاس گذارم. اگر این برنامه مورد توجه شما نازنینان واقع شده است، اصالت کنید که لینک برنامه رو از طریق فیسبوک، تویتر، گوگل پلاس برای سایرین بفرستید. آقای آزادی خواه از شما هم ممنون و سپاس گذارم. تا فرصتی دیگر برای شما آرزوی بهترین رو دارم. ممنونم. همچنین قربونت، خوش باشی و سرحال. ممنون قربان شما. عزم به حضور شما که به حال اگر این گفتگوها رو مناسب میدونی لطف کنید به فیسبوک ما بیاید، لینکی برنامه رو شیر کنید، لایک کنید، عضو صفحه فیسبوک ما بشید. نه دیگه حد اقل کارهایی است که میتونید انجام بدید، ولی اندوه آن است که انجام نمیدهید. بازم از شما ممنون و متشکر. بریم از کاوه هم تشکر کنیم و بریم بخش دیگه برنامه رو با هم پی بگیریم. همراه ما باشید، جایی نرید. متشکرم.